سلام و روز خوش، امیدوارم حال دلتون خوب خوب باشه. امروز اومدیم با یه خورشت کرفس خوشمزه. مواد لازم برای خورشت کرفس: کرفس خرد شده، البته کوچیک بزرگی این بستگی به ذائقتون و خودتون داره که کوچیک باشه یا بزرگ، نعنا جعفری، نمک، دارچین، فلفل، زردچوبه، پیاز خرد شده، گوشت تیکه‌ای که من ترجیح دادم کنار گوشت تیکه‌ای از راسته گوسفندم استفاده کنم و پیاز داغ آماده برای آخر کار. میریم با هم کرفسمون رو سرخ کنیم و بقیه مواد رو بهش اضافه کنیم. ابتدایی که هم روغن تو ماهیتابه میریزیم، خیلی نه، کرفسمون رو یه مقدار تفت میدیم. خیلی نباید تفت بخوره که خاصیتش از بین بره. یه مقدار تفت میدیم، از تو ماهیتابه بر میداریم وقتی تفت خورد. و نعنا جعفری و سبزی که انتهای کرفس است و همه رو با هم چرخ کردم، اونو یه تف جزئی میدیم. اگه خیلی تف بخوره نعناش مزه تلخی میده. اینو با هم تف میدیم، تف خورد، بعد ادامه کار رو با هم میدیم. خب عزیزم ببینید رنگ کرفس یه مقدار عوض شده، تا همین اندازه سرخ کردنش کافیه. فقط دوستایی که دوست دارن کرفس درشت‌تر باشه، مثل کرفسی که توی رستورانا بزرگ بزرگ خرد می‌شدن، میتونن خرد کنن. من چون مال تو خونه بود و بچه‌ها درشت دوست ندارن، یه مقدار کوچیک خرد کردم. الان این کرفس رو از توی ماهیتابه در میاریم و نعنا داغ سرخ می‌کنیم. من همه کرفس رو از توی ماهیتابه بیرون آوردم. نعنا جعفری رو در حد 2-3 دقیقه، بیشتر نه، تفت میدیم، چون باعث میشه نعنا اون تفت بشه اگه زیاد تفت کنیم. خب عزیزان ببینید این نباید خیلی تفت بخوره. الان این نعنا جعفری و برگای سبزیه که بالای کرفسه، همه با هم خرد شده و الان تفت داده شده، یعنی رنگ این سبزی نباید برگرده چون نعنا اون تفت میشه. این از کرفس و سبزیمون. الان میریم با هم دیگه گوشت و پیاز و تفت. یه مقدار روغن در قابلمه میریزیم و پیاز نگینیمون رو داخل رو میریزیم و یه مقدار تفت میریزیم. خیلی نباید سرخ بشه چون با همراه گوشت هم سرخ میشه و رنگش برمیگرده. در حدی که سبک بشه کافی. ببینید پیازمون کاملا سبک شده، در همین حد خوبه. الان بهش گوشت رو اضافه میکنیم که همراه گوشت هم دوباره تفت کنیم. من هم گوشت قرمه ای استفاده کردم، هم دو تا تیکه گوشت راسته گوسفند. گوشت استخوندار توی این خورش خیلی خوشمزه میشه. یه مقدار تفت میدیم. ادویه 4 تا داشتیم ولی دو تا ادویهش الان اضافه میشه، دو تاش میمونه، تقریبا نیم ساعت مونده به آخر کار که عطرش تو خورش بمونه. الان فقط زردچوبه و فلفل سیاهش اضافه میشه، نمک و دارچینش میمونه برای نیم ساعت مونده به آخر. گوشت ما یه مقدار تفت خورد، الان بهش زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه میکنیم و همراه گوشت تفت میدیم تا بوی خامی این ادویه‌ها گرفته بشه. ببینید دوستان گوشتمون کاملا تفت خورده و پیازمون سرخ شده، تا این حد کافیه. الان کرفس خرد شده رو بهش اضافه میکنیم، نعنا جعفری رو اضافه نمیکنیم، وای میسیم تا گوشتمون یکی دو ساعت بپزه، بعد نعنا جعفری اضافه میکنیم. چون خیلی بپزه رنگ نعنامون تیره میشه. کرفس رو اضافه میکنیم. گفتم خدمتتون دوست داشتید میتونید کرفس رو درشت‌تر هم خرد کنید. الان این خورش آماده است. آب میبندیم و میذاریم
سر گاز یکی دو ساعت تا گوشت پخته بشه و بقیه مواد رو بهش اضافه کنیم. مثلا ببینید گوشت ما کاملا پخته. الان موقعیه که باید نان و جعفری رو بهش اضافه کنیم. و میذاریم چند یکی دو ساعت بمونه تا خورش کاملا جا بگیره. نان و جعفری رو اول اضافه کنیم باعث میشه رنگ نان و جعفری تیره بشه. ولی یکی دو ساعت بعد گوشت رو اضافه کنیم اینجوری سبز خوش رنگ. خب دوستان ببینید کاملا خورشتمون تقریبا داره جا میفته. الان یه نیم ساعت 40 دقیقه مونده که خورش رو بکشیم. بهش پیاز داغ آماده رو با نمک و دارچین رو اضافه میکنیم. پیاز داغ آخر کار اضافه میکنیم به خاطر عطر خورش. اون پیاز داغی که اول با گوشت سرخ میکنیم به خاطر اینکه زخم گوشت رو بگیره. پیاز داغ آخر رو همیشه یادتون باشه تو خورشاتون استفاده کنید و مصرف کنید چون خورش بی نهایت خوش عطر میشه. الان منتظر میمونیم این جا بیفته. من توی مواد اولیه گوجه سبز رو نذاشتم چون گوجه سبز همیشه نیست. ولی الان چون فصل بهاره چند تا گوجه سبز بهش اضافه میکنیم. هم باعث میشه خورش خوشمزه بشه هم خوشگل میشه خورش بشه. و آخر سرم اگر دوست داشته باشید خورش ترش بشه موقعی که خاموش میکنید 2 الی 3 قاشق آب لیمو بهش اضافه کنید. خب دوستان خورشتمون کاملا جا افتاده و به روغن افتاده. امیدوارم درست کنید و از طعمش لذت ببرید. نوش جون همگی.